یه موضوع قضیه آناشید چیه؟ خانم آناشید جان، خانم حسینی، من میخوام یک بار برای همیشه این موضوع خانم حسینی رو به شما صادقانه و راست به شما بگم. حالا هر جوری شما دوست دارید میتونید برداشت کنید. خانم حسینی، ایشون اومده بودن استانبول، من توی استانبول اتفاقی ایشون رو دیدم و در واقع صحبت کردیم. قرار شد، یعنی من ازشون درخواست کردم که برای هم برند خودم که همون پی ام هست، سری از تیشرتاشو دیدید تو لاین زنونهشو، خواستم ازشون کمک بگیرم و در واقع برند خودشون رو میخواست ثبت کنه. حالا جواب مثبت و منفی نداد به این قضیه. بعد من سر کلیپ لورکه، ما یه استایلیست داریم، این استایلیستمون در واقع اون تایم نبود، در دسترس من نبود، من از ایشون خواهش کردم، گفتم اگر میتونید بیایید برای استایل لباس ویدیو جدید من نظر بدید. ایشون هم چون بیرون بودن، توی همون مرکز خریدی که من رفته بودم بودن، با هم دیگه در واقع لطف کردن، اومدن یه چند تا از لباسای منو انتخاب کردن و در همین حد بوده. ایشون خونه خودش بوده، من خونه خودم بودم. تلفنی من یه بار دو بار با ایشون صحبت کردم، اون جریان در دیگر و اینا، اصلا این شخص نیست. شما اول که گفتید خانم قریشی، سر قریشی، بنده خدا رو تمام زیر پستشو، تمام خونه زندگیشو نابود کردید، از اون طرف گفتید یه سحر دیگه است، یه سحر خواننده از من ناراحت شد، تمام سه‌های سینمای ایران اومدن توی دایرکت من و گفتن که مردم دارن به ما اینجوری میگن. و من یه موضوعی رو دیشب در واقع برام پیش اومد که صادقانه میخوام بهتون بگم، من اصلا نمیخواستم به این موضوع بپردازم. دیشب من بالاخره خب با نیلی دیگه ما تو رابطه نیستیم، هیچ ارتباطی هم با هم نداریم، حالا تا زمانی که این حاشیه‌ها شروع شد، حالا برای اونم توضیح میدم. دیشب متوجه شدم که با یه پسری در تماسه، حالا دوست پسرش، دوست پسرش من نمیدونم. خب به عنوان یه مرد، وقتی اون شخص 2 سال 3 سال توی زندگی من بوده، من حالم بد شد، صادقانه دارم بهتون میگم، حالم بد شد و یه لحظه با خودم گفتم خب حالا اینا، این حواشی که درست کردم برای این خانم، اینا که خود اون مردم که نمیدونن این من ارتباطی با ایشون نداشتم و ندارم، خب ولی یه لحظه خودم رو جای اون همسر سابق ایشون قرار دادم و واقعا حالم بد شد، جدی میگم. و از ایشون هم همینجا در واقع، چون یه سری لفظایی بود توی شرایط فضای مجازی ایجاد کرده بود، ما یه سری حرفا رد و بدل شد، من توی پرواز بودم، یه مقداری عصبی و تشنه و گشنه و سیگار نکشیده بودم، نخوابیده بودم از شب قبلشم، 10-12 ساعت توی پرواز بودم، یه سری حرفا زدم که از همینجا از ایشون هم معذرت میخوام، آقای مرادیان، پدر محترمشون، خانواده محترمشون. و واقعا اینو صادقانه دارم میگم که من خودم رو جای ایشون قرار دادم، گفتم ممکنه مثلا یه همچون چیزی هم، من خودم خواهر دارم، ممکنه فردا خدای دختر بهم بده، نباید یه وقتی یه حاشیه‌ای درست میشه، من میتونم از دستم برمیاد که بیام اینجا حداقل بگم که آقا من نیستم توی این موضوع، همونجوری که خانم قریشی و آدمای دیگه که مردم ربط داده بودن به هم دیگه. عرض به خدمت شما، من اومدم تکذیب کردم و واقعا آدم دروغگویی نیستم، همین اتفاقاتی که افتاده بود عینش رو براتون توضیح دادم. این خانومو من کلن دوبار دیدم، دوبارم، یه بار هم روز آشنایی، یه بارم رفتیم، زحمت کشید برای من لباس انتخاب کرد، هیچ رابطه‌ای نبوده، یه بارم توی لایو از ایشون
خواستگاری کردم که اونم اشتباه بود. حالا اشتباه هم نبود، ولی این که توی لایف گذاشتم اشتباه بود و این حواشی شروع شد. پسر خوبی شدی تو. نه من پسر خوبی بودم. فقط داری صادقانه میگی، یه سری هم غیر صادقانه باش با ما. نه دیگه، من وظیفه هم یه سری از حرفا رو بزنم، چون بچه ها واقعا ممکنه خودتون فردا خدای دختر بهتون بده، ممکنه خواهرتون تو این موقعیت قرار بگیره، ممکنه یه اتفاقاتی بیفته. من از اون در واقع حواشی هم که پیش اومد با اون خانم قبلی که در واقع حالا اسمش بود و اینا، ایشونم من فقط از خودم دفاع کردم. ایشون اومد و گفتش که نمیدونم شما توی سیرک و نمیدونم پای میزهای فلان کشیده شدید این داستانا، و یه سری داشتن با آبروی یه شخص هنرمند دیگه بازی میکردن که اون آقا برای من خیلی قابل احترامه. من از خودم دفاع کردم و از آبروی اون آقا، متوجهید؟ تاج سری امین آقا، امین آقا طباطبایی، عشق دلی برادر. و همین، چیز دیگه غیر از این نبوده. امین فردینم که در واقع یه خبرنگاره، من نمیتونم باش نه دشمن باشم، نمیتونم اونقدر باش دوست باشم که بهش بگم چیکار کنه چیکار نکنه. و یه خبرنگاری هم هست که در واقع توی تایمی که همه دارن ما رو میزنن، حداقل میگه که حداقل اینشه اینه که میاد درست مصاحبه میکنه و یه فرصتی میذاره برای همه، میدونی؟ آدمای مختلف، چون داخل و بیرون همه میخوان ما رو بزنن. ولی نباید به این روش میکردم توی. خب بعد چی کار میکردی؟ کار غیر شرعی و غیر اخلاقی هم نکردم، جوابی هم نگرفتم دیگه. حالا توی یه باری که ما رفتیم خرید، بالاخره من گفتم خرید زیاد کردی یا یه مقدار زیادی خرید کردی؟ من خب ماهی دو سه ماهی یه بار، سالی یه بار که میرم دیگه، برای یه سال هم میکنم دیگه، پولامو جمع میکنم یه سال هم خرید. چقدر خرید کردی؟ یعنی چقدر منظورت حجمشه یا مبلغ؟ نه حجم ریالیشه منظورم. آقا من یه زمانی از همین قیمت لباسا هم که میذاشتم حس خوبی انتقال نمیداد، به خاطر همین دیگه میخوام اصلا راجع به این قیمت و چقدر بوده، حالا هر چقدر بوده دیگه، حالا یا هزار تا. از الان به بعد میخواید چه مسیری رو تو زندگیت بری؟ حالا دیگه اصلاح شدید، دیدیم خیلی لایبار سکسی نمی کنی اصطلاح خودمون، یا با سکسی نبوده حالا اونقدر، با شیطنت زیاد بوده دیگه، اینطوری میتونیم بگیم. کوچه بازاری حرف میزدم دیگه، خودمونی حرف میزدم، میخواستم اون آدمی که توی مثلا جایی هست که در واقع ادبیاتی داره که همه ما هم پشت دوربین داریم، با هم احساس نزدیکی بکنه، احساس بکنه منم مثل خودشم، فکر نکنه من اینجام اون اینجاست. آخه یه چیزی هم بگم، ببین پویان مختاری با این ادبیات کوچه بازاریش دنبال کننده به دست آورده، حالا اگه مثلا تغییرش بدی فکر نمی‌کنی مثلا مردم براشون عجیب غریب باشه، بگن خب پویان حتما از یه چیزی میترسه یا حتما یه اتفاقی افتاده؟ این تغییره برای چی بوده؟ این سوالیه که خیلی ها ممکنه بپرسن دیگه. من هر آدمی که میومد توی زندگیم از نزدیک منو میدید، چه پسر چه زن چه هر کی میومد توی زندگی، گفت میگفت چرا آقا تو چرا یه جور دیگه ای، چه فکر بیاریم تو یه جور دیگه ای ولی الان اصلا یه آدم دیگه ای هستی، تو وقتی چرا خودتو بدنش رو میدی جلوی مردم؟ خب چرا؟ شاید اینجوری مردم بیشتر دوست داشته باشن. خب فکر میکنی چرا اینطوریه؟ مردم اون تیپی رو بیشتر دنبال میکنن؟ حالا بیشتر دنبال بکنن چجوری؟ همین شخصیت که پشت دوربین اون ور دوربین دارن و توی واقعیت تو تا حالا فکر کنم یک سال شده با هم زیاد در ارتباطیم، تو این یک سال تا حالا پشت تلفن از من حرف بدی شنیدی؟ نه من تو حالا خدای من هر موقع با پویانم صحبت کردم
اونجوری که توی مجازی نشون میده نیست، یعنی واقعا خیلی عجیب غریبی، یا اینکه نوشته این که آقا این یکی از دوستان دایرکت داده گفته که به پویان بگو که مشکل بیماری پوستی داره چک بکنه و آره گفتن که آزمایش بده چک بکنه اینا. آره من فرستاده بودن همین الان، گفتم تا یادم نرفته. نه اوکی شد. من از بچگی کلا پوستم حساس بود، یعنی حمام میرفتم لیف میکشیدم تا یه 7-8 ساعت قرمز بود، به خاطر همین دیگه از بچگی لیف هم خدا هم نمیشون. خب حالا یه سوال میپرسم، حرف دلتو بگو دیگه. یا نیلیو چقدر دوست داری؟ نیلیو من باستش بگم شب یه مقدار زیادی صادقی، من هم میخوام از این صداقت زیاد استفاده کنم. نه من نیلیو همونجور بعدش هم گفتم، همیشه برای من یه شخص عزیز و یه شخصی که مثل خانواده منه و همون خودش هم توی این شرایطی که اون اتفاقات افتاده بود اون شایعه و اینا، شاید متوجه شد که هیچ کسی به اندازه من نمیتونه از همه چیزش بگذره واسه این که اون برگرده به زندگی واقعیش، میدونه؟ یا مثلا شرایط حاشیه‌ای که درست کرده بودم من همه جوره سنگ تمام گذاشتم، چون هم مثل خانواده من میمونه، منتها توی رابطه ما دیگه متاسفانه نمیشه اون ببین آدما یه تایمی میشه دیگه با هم خوشحال نیستن. من ماها با هم خوشحال نبودیم، فقط همدیگه رو اذیت میکردیم، هم من اونو اذیت میکردم، اصلا من بیشتر اذیت میکردم اونو، من به خودم میگم، به خاطر اینکه اون اذیت نباشه گفتم زندگی خودشو داشته باشه. حالا بابت این اذیت کردن از همه امروز معذرت خواهی کردی؟ از نیلی معذرت خواهی نکردی؟ من نیلی هم هر چقدر که این چند وقت چند سال هر چقدر از اذیتش کردم همینجا ازش معذرت میخوام، ولی اون معذرت خواهی من دردی رو برای اون دوا نمیکنه. اون کاری که من میدونه براش یه زمانی اگر یه اتفاق بیفته تمام خون زندگی من میدم، اون براش مهمه و میدونه یه شخصی هست همیشه که همه جوره پشته. این به نظرم برای قشنگتر تا معذرت خواهی، میدونی؟ آقا کی ازدواج میکنی؟ اینه به لطف دوستای خوبی مثل شما فکر نکنید ازدواج. با ما هر چی که شما میخوایی ریز مثلا من مثلا میگفتم در دیگر و یه چیز دیگه، اینقدر شما ربطش دادی به آدم های مختلف. آقا من ربط ندادم، و دیگه خودتون میگفتید در دیگر فد آدشم نمیدونم عکس توی خرید و این ور اون ور. نه نه بابا اصلا یه شخص دیگه بود، اینقدر درست کردید. خب بگو کار دارم باید. کار دارم جالب شد. خب یک درس دیگه بود، اینقدر این حاشیه درست کردی بنده خدا رفت. کجا رفت؟ کشور خودت نوست. بابا خب حالا من یه چیزی براتون پخش میکنم، شما نظرتو بگو. من یه چیزی پخش میکنم برات، نظرتو بگو. استرس نداری؟ نه فقط باز مثل اون کارهای بی هماهنگی که میکنی لطفا. نه اوکی بذار تبلیغش بره از توی نظرم راجع به آهنگ بگم، آهنگ خیلی موفقی بود. این آهنگ دیدم مخاطبش کی بود؟ مخاطبش همون شخصی بود که شما با اون حواشی و اون اتفاقات دید بند خدا رفت ولی واقعا اون آدم از یه کشور دیگه اومده بود، از یه کشور خارج از ایران، اصلا تو ایران زندگی نمی کنه اون شخص، شرایطش زندگی کنه اومده بود، یه آدمیه که خب میشناسیدش ولی هیچ وقت هیچ اشاره چون که نابود